کیروش از اونچه در آینه میبینید به تیم ملی نزدیکتره. تزریق بودجه به شرط تعیین سرمربی. صدای پای کارلوس کیروش پشت درهای تیم ملی به گوش میرسه. اگه محتوا در خور نگاهتون بود خیلی ممنون میشم که سابسکرایب کنید. بریم کارلوس کیروش. تیم تولید محتوای فدراسیون فوتبال روز گذشته خبری از طریق یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد مبنی بر اینکه میرشاد ماجدی مخالف سرسخت برگشتن کارلوس کیروشه و اعلام کرده به هیچ وجه راضی به برگشت اون نیست، اما چون وزارت ورزش هزینه‌های تیم ملی در جام جهانی میده احتمال داره از بالاتر از فدراسیون فوتبال به میرشاد ماجدی فشار بیارن تا کارلوس کیروش برگرده. از همون لحظه انتشار این خبر میشد حد زد صدای پای کارلوس کیروش نزدیکتر از قبل به گوش مسئولان فدراسیون فوتبال رسیده و اونا از همین الان در حال زمینه سازی برای این موضوع هستن. سوال: چرا چنین خبری منتشر شد؟ جواب این سوال خیلی ساده. تیم تولید محتوا در حال زمینه سازی برای برگشت احتمالی کارلوس کیروشه که اگر چنین اتفاقی رخ بده به موافقان اسکوچیچ و کسانی که با کیروش زاویه دارن اعلام کنه برگشتن مرد پرتغالی خارج از اختیارات فدراسیون بوده. کیروش تیم ملی رو جدی بگیری. امروز شنیدیم موضوع برگشت کارلوس کیروش به تیم ملی ایران جدی شده. گویا موضوع برگشت کیروش از حیطه اختیارات فدراسیون موقت فراتر رفته. عده‌ای به این موضوع فکر می‌کنن که برای جام جهانی کارلوس کیروش رو روی نیمکت تیم ملی ایران بنشونن و اتاق فکری هم برای این موضوع تشکیل شده. این اتاق فکر به این نتیجه رسیده فدراسیون موقت توانایی کنترل فدراسیون و تیم ملی رو نداره. به همین دلیلم این اتاق فکر دست به کار شده و برای اینکه تیم ملی ایران بیش از این لطمه نبینه می‌خواد کیروش رو به تیم ملی برگردونه. دو دستگی در تیم ملی. درباره شایعه بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی ایران در اردو ملی پوشان هم دو دستگی ایجاد شده. دسته اول کسانی هم که با کارلوس کیروش کار کردن و به شدت موافق برگشت اون هستن. دسته دوم بازیکنایی هم که با اسکوچیچ به تیم ملی دعوت شدن یا در زمان سرمربیگری اسکوچیچ در اردو تیم ملی قدرت گرفتن و اصلا علاقه ندارن دوباره با یه سرمربی سختگیر مثل کیروش کار کنن. مذاکره با کیروش خارج از فدراسیون قبل از مرحله تصمیم گیری. همونطور که گفتیم کسانی پشت این قضیه هستن که تصور میکنن فدراسیون موقت دیگه توانایی اداره امور رو نداره و کسانی که در این فدراسیون هستن به فکر لابی و رایزنی برای مجمع 8 شهریور ماه هستن. در شرایط فعلی موضوع برگشت کارلوس کیروش به ایران خارج از فدراسیون فوتبال در حال پیگیریه، ولی هنوز به مرحله تصمیم گیری نرسیده. در صورتی که تصمیم برای بازگشت کارلوس کیروش نهایی بشه احتمالاً مذاکرات با مرد پرتغالی آغاز خواهد شد. احتمالاً فدراسیون فوتبال برای اینکه اقتدار خودشو به نمایش بذاره این موضوع رو با قدرت تکذیب میکنه. همونطور که با وجود وایس کارمند فدراسیون جر و بحث بین اسکوچیچ و میرشاد ماجدی رو تکذیب کرد. در واکنش به این تکذیب احتمالی پیشاپیش به این بخش از گزارش سفارشی تیم تولید محتوا توجه کنید. ماجدی به هیچ وجه راضی به مذاکره با کیروش نیست. سرپرست فدراسیون فوتبال موندن اسکوچیچ در جام جهانی 2022 رو تضمین نکرده، اما مقابل هر گونه مذاکره با کیروش ایستادگی کرده و تمایل به بازگشت اون نداره. با این حال با توجه به اینکه خارج از فدراسیون فوتبال قرار بودجه قابل توجهی صرف آماده سازی تیم ملی ایران برای حضور مقتدرانه در جام جهانی 2022 بشه، بعید نیست شروطی رو هم برای پرداخت پول بابت جذب سرمربی خارجی جدید تیم ملی تعیین کنن که ماجدی و تمام دستاندرکاران فدراسیون ناچار به تبعیت از اون باشن. سوال: به نظر شما این اتفاقا چیزی غیر از زمینه چینی برای بازگشت کیروش و بی تقصیر نشون دادن فدراسیون در این اتفاق احتمالیه؟ این زیر واسه هم بنویسید. اگر از محتوا راضی بودین سابسکرایب یادتون نره. یا علی، فعلاً.